بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. با عرض سلام و شب بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز محترم در برنامه تدبر در قرآن کریم. امیدوارم که وقت خوبی رو داشته باشید و همه شما صحیح و تندرست در سایه رحمت پروردگار متعال با هم بتونیم آیاتی رو از کلام الهی نگاهی داشته باشیم، تأمل کنیم و وظایف شرعی خودمون رو در سایه این آیات و پرتو کلام پروردگار متعال دریابیم. رسیدیم به آیه 85 سوره نساء که به دنباله آیات ما قبل که در ارتباط با وظیفه شناسی جهاد مطالب عدیدی رو برامون قرآن کریم بیان کرد و در خاتمه آیه 84 رسول الله صلی الله علیه و سلم به طور ویژه مورد خطاب قرار گرفته میشن تا اینکه توصیه به فداکاری و قربانی دادن در مسیر دفاع از حق آزادی فکر و اندیشه و از حق انسانی که هر بشری باید داشته باشه مردم رو ترغیب بدن در مسیر جهادی که در راستای گسستن زنجیرهای استبداد بر فکر و عقل انسانها شکل میگیره. بارها گفتیم که جهاد در اسلام توسعه طلبی سیاسی نیست، جهاد در اسلام سلطه طلبی و حکومت خواهی نیست، جهاد در اسلام سعی و تلاش هست در راستای آزادی بشر، آزادی که از آزادی فکر و اندیشه آغاز میشه و تا آزادی جسم و بدن و جان ادامه پیدا میکنه. آزادی که آیات ما قبل سری به ما میگه ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. این در واقع اساس پایه انگیزه جهادی هست که در ذهن یک انسان مؤمن شکل میگیره. خیلی ها فکر میکنن که جهاد تخلیه کینه و ناراحتی یا بغضی هست که در قبال ظلم و ستم دیگران بر مسلمانان ابراز میشه. در واقع این هم نیست. مسلمانان وقتی که تمام ظلم و ستم یک دهه رو پشت سر گذاشتند و حاکمیت و حکومتی رو به دست آوردند، بلکه بیش از یک دهه 13 سال رو بگیم، باز هم براشون مهمترین آرزوشون آزادی فکر بود یا هدایت انسانیت بود، نجات انسان در دنیا و آخرت بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که میبینن در صحنه کارزار مسلمانی فردی رو به میکشه که اون فرد در وقت چیره شدن طرف مقابل بر او کلمه شهادت رو به زبان میاره، کلمه توحید رو به زبان میاره که در واقع توحید یکتاپرستی و آزادی از قید و بند تفکرات و اندیشه های استعبادی مردم هست، عبادت خلق برای خلق هست، میگن اقتلت مؤمنن؟ آیا انسان مؤمنی رو به قتل رسوندی؟ میگه یا رسول الله من این از ترس یا از فشار یا ناچار
به گفتن کلمه شهادت بود. سه بار پیامبر تکرار میکنن میگن اشققت قلبه، آیا قلبش رو شکاف دادی؟ که صحابی میگه ای کاش من تا این موقع مسلمان نمیشدم، تا این صحنه رو نمیدیدم، بلکه همون موقع مسلمان میشدم و اظهار اسلام میکردم، تا از اونجا آغاز میشد کار من و نیکی من. اینقدر اعتراض یا سرزنش پیامبر صلی الله علیه و سلم در او اثر میذاره. عین این موضوع رو در سیرت صحابه به طور با کثرت میتونیم مشاهده کنیم که با تمام جنایاتی که خیلی ها انجام دادن، ولی بعد از فتح مکه، بعد از اینکه اومدن و توبه کردن، برگشتن هم در واقع پذیرفتن ولایتی به حاکمیت فقیه و فرد معینی نیست، برگشتن به توحید و یکتاپرستی است که هیچ سودی برای هیچ احدی نداره مگر برای خود فرد، مگر در بحث اجر الهی هست که انسان فعال باشه در این باب، خب اجر خودش رو میگیره. اما یه انسانی که به یکتاپرستی میاد هیچ سودی نه برای پیامبر صلی الله علیه و سلم داشت از نظر مادی، نه برای صحابه داشت، بلکه خیلی از اینها مسلمان میشدن و مهاجر میشدن و یک به عنوان یک مهاجر نادار و ناتوان شاید بار حمل مسئولیت اجتماعی و اقتصادی خودشون رو هم بر عهده مسلمان ها میذاشتند. اون چیزی که در این میان اهمیت داشت این بود که انسان مؤمن آتشی فروزان یا مشعلی فروزان هست برای روشن کردن راه دیگران، شمعی هست که میسوزه تا دیگران رو روشنی ببره بده. و به همین صورت انسان مؤمن خیرخواهی رو بدون هیچ گونه تمعی و بدون هیچ گونه آزی، فقط با قصد رضای آخرت و رضای الله متعال و به همین صورت به دست آوردن پاداش اخروی فقط گام در مسیر خیر و خیر رساندن به دیگران برمی‌داره. بعد از اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به توصیه میشن به اینکه دوستانی دارن تماس میگیرن، ولی گفتیم بارها گفتیم که متاسفانه تماس صوتی برقرار نمیشه، میتونید شما پیامتون رو بذارید یا سوالتون رو بذارید و انشالله در فرصتی که پیش بیاد حتما جواب سوال خودتون رو خواهید گرفت. آیه 85 سوره نساء بعد از آیه 84 که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو توصیه میکنه برای اینکه هم خودشون رو در هم خودشون در مسیر آزادی دیگر جامعه تلاش بکنن و جهاد رو و سعی و تلاش رو پیگیر داشته باشن و هم مؤمنین رو در این زمینه ترغیب بدن، به دنباله این یه اصلی رو میاره و اون اصل این هست که میگه من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها، هر کسی که سفارش نیکی رو انجام بده از این سفارش نصیبی رو از نیکی به دست خواهد آورد. و من یشفع شفاعتا سیئه، و اون کسی که سفارش سوء و بدی رو انجام داد، باری رو یا گناهی رو یا نصیب بدی رو، در واقع کفل نصیب سوء میشه گفت، مثل نصیب هست ولی نصیب در هر موردی هست، اما کفل در سوء هست، یک باری یا یک نصیبی بدی از اون رو حاصل خواهد کرد اون کسی که شفاعت سوء رو کرد یا سفارش سوء رو کرد. و کان الله علی کل شیء مقیتا، الله متعال بر هر چیزی مراقبت و محافظت و به همین صورت اقتدار داره. در ارتباط با صفت مقیت بودن پروردگار متعال گفتیم که این جزء
صفات جامعی هست که به معنای حفیظ، مراقب، محافظ و مهیا کننده نیازها و همه اینها با هم میاد. همه جزء گفت صفاتی هست که شامل معانی و مفاهیم متعدد میشه که در کل به معنای مراقب و محافظ و مهیا کننده تمام نیازهاست. شفاعت در اصطلاح یا در عرفی که ما ازش باش ارتباط داریم، عموماً یک راه میانبری هست برای شکستن قانون. ولی در واقع این شفاعت اطلاق بر این فقط نمیشه، بلکه اصل شفاعت بر این هست که به این معنا هست که کسی در ارتباط با عملی مقدماتش رو بتونه آماده کنه، یعنی که همکاری و همیاری بکنه برای ایجاد یا فراهم کردن اون چیزی که فرد مقابل یا شفاعت شده نیازمند است. سفارشی که ما به عنوان راه میانبر به کار میگیریم یک نوع از این انواع هست که هر سفارشی هم در واقع حسن نیست، نیک نیست. سفارش حسن در حقیقت فقط راهی گفتیم، راه میانبر نیست که برای رسیدن به هدف هست، بلکه در واقع توصیه به یک موضوعی هست که اون موضوع مرتبط هست با مصلحت و خیر فرد معینی. وقتی که شما فردی رو توصیه میکنید در ارتباط با مصلحت و خیری که مرتبط با خودش هست یا با کسی دیگه هست، میتونه کار اجرایی باشه، میتونه یه فعالیت اجتماعی باشه، میتونه یه کار نیک باشه. فردی رو شما سفارش به نیکی میکنید، سفارش به کار خیر میکنید، سفارش به انفاق میکنید، سفارش به دست نیازمندان گرفتن میکنید، همشون سفارش نیک هست. در نتیجه بحثش سفارش کردن یا توصیه کردن یک وظیفه گسترده ای هست که در ضمن وظایف شرعی و در راستای تحقق بحث جهاد و خیرخواهی برای دیگران شکل میگیره. گفتیم که اوج خیرخواهی برای دیگران که در اسلام از اهمیت خاصی برخوردار است در شکل جهاد ظاهر میشه، اما حد ادنای خیرخواهی در سفارش هست، سفارش به خیر هست. سفارش کردن به خیر ابتدا و آغاز خیرخواهی برای دیگران هست. بی تفاوت بودن در ارتباط با دیگران، در ارتباط با زندگی دیگران، ابتدای عدم تعهد و مسئولیت در انسان هست. الله متعال انتهای مسئولیت اجتماعی رو و ابتدای مسئولیت اجتماعی رو با هم ربط میده. ابتدا با سفارش میشه و یعنی حد ادنا، و انتها با قربانی دادن میشه. به رسول خودش میگه، امر میکنه که فقاتل فی سبیل الله، در راه الله قتال کن، فداکاری کن، قربانی بده. راه الله هم که خب قبل از این تعریف کرد، راه الله راه مستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. راه الله این هست، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء. این تفسیر هست، تفسیر فی سبیل الله در واقع راه الله اون راهی هست که راه آزادی مستضعفین من الرجال والنساء هست.
این نکته عموماً ما ازش غافل هستیم، عموماً جامعه ازش غافل هست. هر کسی سر در زندگی و فعالیت‌های شخصی خودش داره و بیشگاه نمیخواد، بیش عنوان نمیخواد که در زندگی دیگران یا با دیگران در غم و اندوهشون و در مشکلاتشون مشارکتی داشته باشه. خودخواهی و در خود به مصالح فردی منحصر بودن این صفت یک مؤمن نیست، بلکه صفت مؤمن این هست که در این حال که خیر خودش رو میخواد، در این حال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، قول پیامبر صلی الله علیه و آله است. ایمان نمیاره هیچ کدوم از شما مگر اینکه آن طوری که برای خودش دوست داره برای برادر مؤمن خودش هم دوست داشته باشه. یحب لاخیه ما یحب لنفسه، از هر در هر زمینه چی میخواد، مسائل اقتصادی و مالی باشه، چی میخواد مسائل اخروی و دینی باشه، چی میخواد مسائل علمی و ارشادی باشه و هر موضوعی میخواد باشه. آیه بعدی در استمرار یا در تداوم وظیفه خیرخواهی یا سفارش به خیر کردن دیگران مطلبی رو میاره که در واقع زمینه ساز ایجاد شرایطی هست که در اون شرایط، شرایط خیرخواهانه فراهم میشه. و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها، آنگاهی که به شما سلام گفته شد، آنگاه که به شما در عربی تحیه در واقع سلام هست و چون عرب ها میگفتن سلام رو میگفتن حیاک الله، امروز هم خب در هر زبانی به گونه آغاز رابطه اجتماعی بین افراد ظاهر میشه با الفاظ معینی. اسلام اومد و واژه السلام علیکم رو ترویج داد که جزء جامع ترین الفاظ و جامع ترین مفاهیم و معانی هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که افش السلام و اطعم الطعام، سلام بسیار زیاد بگید و به همین صورت غذا و خوراک بدید به دیگران و سلو باللیل و الناس و نیام. در این حالت اون کسی که ارتباطی باش برقرار شد، سلام به شد، فحیو به احسن منها، با سلام متقابل بهتر اون رو جواب بدید. او رو دوها، یا همون سلام رو یا همون الفاظ رو برگردونید. این ارتباط اجتماعی هست که پیامبر صلی الله علیه و آله آموزش دادن. گفت السلام علیکم و میگیم السلام علیکم و رحمت الله، گفت السلام علیکم و رحمت الله میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این سبک و این سنتی هست که در سیرت و سنت نبوی برامون آموزش داده میشه. ان الله کان علی کل شیء حسیبا، الله متعال بر هر چیز، برای هر چیزی حسابگر هست، هر چیزی رو زیر نظر داره، همونطوری که به علی کل شیء مقیتا هست، مراقب همه چیز هست، همونطور هم الله متعال حساب هر چیزی رو میکنه. هیچگاه مسائل رو و امور رو کوچک تصور نکنید، بلکه از کوچکترین امور عموما زمینه روابط بزرگ ایجاد میشه. این دو جمله هم در خاتمه این دعایه در حقیقت برامون پیام بسیار ارزنده ای رو در بر داره و اون این هست که الله متعال مراقب و حسابگر همه چیز هست، بر همه چیز مراقبت داره و به همین صورت همه چیز رو حساب میکنه. اگر ما همه امور رو در زیر نظر پروردگار متعال تصور کنیم و برای بهبود اونها تلاش لازم رو داشته باشیم و بدونی که همه چیز
الله متعال محاسبه شو میکنه و براش پاداش و اجری میده. قول پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه یادمون میمونه که میگن که لا تحتقرن من المعروف شیئا، از نیکی هیچ چیزی رو کوچک تصور نکنید، بلکه کوچکترین فرصت رو برای نیکی کردن غنیمت بشمرید. این دعای با وجود این که گفتیم بسیار کوتاه است و در این حال در ضمن یکی از فرائض دینی که به عنوان جهاد الله متعال برامون بیان کرده اومده، ولی به عنوان یک لوح رفتاری یا به عنوان یک ضابطه اخلاقی در بین آحاد جامعه اسلامی باید ظاهر بشه. همیشه انسان مؤمن باید سفارش کننده یا توصیه کننده به خیر باشه. هیچگاه عدم مسئولیت و دور ماندن یا دور شدن از خیرخواهی برای دیگران به خاطر مصالح فردی یا به خاطر دور موندن از هر نوع آسیب جزء صفات مؤمن نیست. مؤمن همیشه در پی این هست که به هر نوعی و در هر شرایطی که میتونه در راستای خیرخواهی به دیگران و خیر رسوندن به دیگران سعی و تلاش میکنه. چه میخواد این سفارش به خود فرد باشه و چه میخواد به کسی دیگه باشه و از هر راهی که میخواد باشه. اما به طور خیلی موارد هست که همین سفارش میتونه نقش منفی داشته باشه. یه سفارشی هست که شما برای یک نفر خیری رو میخواید برسونید، ولی در واقع ضوابط عدالت اجتماعی و عدالت اداری رو به هم میزنید. این شفاعت نیست، در واقع شفاعت حسنه نیست، این شفاعت سیئه هست. این همون قانون شکنی هست که در واقع به عنوان یک گناه در ضمن این آیه برامون تعریف میشه. در نتیجه هر سفارشی خیر نیست و هر سفارشی حسنه نیست و هر سفارشی هم اجر و پاداش نداره، اگرچه در ظاهر برای یک فرد یا برای فرد مقصود ما شاید مفید باشه، اما اونجایی که درش حق دیگران ضایع بشه، اونجایی که درش قانون و انصاف و عدالت اجتماعی زیر پا گذاشته بشه، اونجایی که درش حدی از حدود الهی نادیده گرفته بشه، میبینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که در ارتباط با زنی که دزدی کرده بود میان سفارش میکنن که این زن جزء یک قبیله محترم و اشراف هست، دستشو قطع نکنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که آیا در حدی از حدود الهی شفاعت میکنید؟ والله لو سرقت فاطمه بنت محمد لقطعت يدها. آیا در حدی از حدود الهی دارید شفاعت میکنید؟ اگر قسم به الله که اگر فاطمه دختر محمد که عزیزترین فرد هست براش اگر دچار دزدی بشه دستش رو قطع میکنم. استثنا در قانون الهی برای نگاه دوگانه ای که به افراد میشه هیچگاه نباید وجود داشته باشه. و به همین صورت بحث ارتباط اجتماعی که با سلام در ضمن آداب و عادت مسلمان ها وجود داره که انسان همیشه باید با بهترین وجه جواب سلام رو بده و با سلام زمینه رابطه اجتماعی رو فراهم بکنه و روابط اجتماعی زمینه خیرخواهی رو ایجاد بکنه و خیرخواهی اون چیزی هست که در ضمن آموزه های دینی وظایف شرعی از اهمیت اساسی و بنیادین
برخوردار هست. تک تک مسلمان ها باید در قبال این وظیفه اعمال واجب و فریضه دینی رو بکنند. با توجه این که نصف وقت هم به پایان هست، میان برنامه میبینیم بقیه آیات رو بعد از دیدن میان برنامه انشاءالله نگاهی خواهیم داشت. میان برنامه میبینیم، برمیگردیم. فروغش تا قیامت جاودانیست، شده قرآن نزول از لوح محفوظ، که این گنج سعادت آسمانیست. خدا خود حافظش هست تا قیامت، بری از ساخت و تحریف زمانیست. بخوان قرآن که جانت زنده گردد، که قرآن بیش ز آب زندگانیست. جهان را نور قرآن روشنایی، تا قیامت جاودانیست، شده قرآن نزول از لوح محفوظ، که این گنج سعادت آسمانیست. به قرب فیض انوارش بیاسا، که دور بودن ز قرآن خود تباهیست. تو را یار و قرین است در دو عالم، فراموشی ز یار سخت بی وفاییست. جهان را نور قرآن روشناییست، فروغش تا قیامت جاودانیست. شده قرآن نزول از لوح محفوظ، که این گنج سعادت آسمانیست. به سوز ای دل تو هم در عشق قرآن، که کار عاشقان از خود فناییست. به سوز ای دل تو هم در عشق قرآن، که کار عاشقان از خود فناییست. جهان را نور قرآن روشناییست، فروغش تا قیامت جاودانیست. شده قرآن نزول از لوح محفوظ، که این گنج سعادت آسمانیست. که این گنج سعادت آسمانیست. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و نبینا و محمد و على آله و صحبه اجمعین. از اونجایی که وظایف دینی در ضمن اعتقاد و اندیشه و باور دینی جا میگیره و در کل اساس و ریشه تمام وظایف شرعی رو باور دینی شکل میده، قرآن کریم در موارد متعددی
بعد از این که سلسله از وظایف رو مطرح میکنه، یادآور اون باوری میشه که اون باور در واقع شکل دهنده این وظیفه هست، ریشه و آبیاری کننده این رفتار یا عمل دینی هست. ارتباط اعمال و وظایف دینی با باور دینی یک ارتباط مستقیم و پایدار و دائمی باید باشه که هرگاه این ارتباط قطع بشه، عمل انسان بی اساس و بی ارزش میشه. هرگاه این اساس در نظر گرفته نمیشه، عمل انسان جهت و شکل نامطلوبی رو به خودش میگیره. به خاطر این در آیه 87 بعد از اینکه توصیه به اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم توصیه میشن به اینکه در راه آزادی و در راه نجات دیگران فداکاری و قربانی بدن و دیگران رو هم ترغیب به این موضوع کنن و کسانی که سفارشی به نیکی میکنند براشون نصیب نیکی هست و به همین صورت روابطه اجتماعی خودتون رو تقویت بدید تا سفارش به نیکی زمینه اون بیشتر فراهم بشه، بعد از همه این توصیه ها اون اصل باوری که در واقع تمام زندگی و رفتار یک مؤمن بر اون اساس قائم هست رو یادآور میشه و اون این هست که الله لا اله الا هو. این جمله در قرآن کریم با کثرت اومده، با همین الفاظ، البته الفاظ دیگه هم زیاد هست، ولی با همین الفاظ در موارد بسیار عدیدی در ضمن وظایف شرعی میاد و تا اینکه باوری که به عنوان ریشه درخت ایمان تلقی میشه، اون باور هیچگاه کمرنگ نشه، هیچگاه از قدرت و قوتش کاسته نشه. باید اون الله رو در نظر بگیرید که هیچ معبودی به حقی نیست مگر او، و او هست که در همه رو در اختیار خودش داره و در نهایت همه رو زیر فرمان خودش جمع خواهد کرد. لیجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فیه، بدون تردید، این لام لام قسم هست، نون نون تأکید هست، بدون ترتیب شما رو جمع خواهد کرد در روز قیامت که درش هیچ گونه تردیدی نیست. این اسلوب قرآنی که یا در واقع عربی هست که به جای فی الا میاره، یعنی مثل این که تضمین دو معنای فی و الا با هم هست، یعنی مثل این که شما رو زیر نظر خودش تا روز قیامت سوق میده و در اونجا شما رو جمع میکنه، یعنی مثل اینکه شما رو داره در به سمت سوی یوم قیامت شما رو سوق میده برای جمع شدن، که در این موضوع هیچ گونه شک و تردیدی نیست. و من اصدق من الله حدیثا، کی هست صادقتر و راستگوتر از الله متعال در سخن؟ بر این اساس که وقتی ما این کلمه رو به زبان آوردیم و با این کلمه ایمان و یکتاپرستی رو اعلان کردیم، باید بدونیم که تمام اعمال ما در یک مسیری داره سوق پیدا میکنه که اون مسیر زندگی ما رو جمع میکنه در قیامت و همه ما حساب کتاب میشیم. در نتیجه باید بر اساس این بحث اخروی و جهتی که الله متعال ما رو داره بهش سوق میده، در اون اساس توحید و یکتاپرستی و اطاعت از شریعت و فرامین الهی رو همیشه مد نظر قرار بدیم. به دنبال این آیه در ارتباط با رفتار با منافقین که در واقع یک
طیفی از جامعه اسلامی هستند که ظاهرشون، قالبشون، شکلشون با مؤمنین شباهت داره ولی عمل کرد و رفتارشون متناقض با ایمان و متناقض با نگاه به آخرت هست. میگه با در ارتباط با اینها، فما لکم، چرا شما در ارتباط با منافقین دچار دو دستگی شدید، فئتین، یعنی اختلاف کردید در ارتباط با تشخیص اینها، در ارتباط با حکم روی اونها، یا در ارتباط با موضع گیری در قبال اونها. والله ارکسهم بما کسبوا، الله متعال به سبب اون چه که به دست آوردن یا به خاطر دست آوردشون اونها رو به عقب برگردون یا اونها رو به سوء و کفر بازگشت داد. اتوریدون ان تهدو من اضل الله، آیا میخواهید که کسانی که الله متعال اونها رو به گمراهی انداخت، آیا میخواد شما اونها رو هدایت بدید؟ یعنی عمل کرده اونها موجب شد که الله متعال نصیبشون رو گمراهی کنه. و من یضلل الله، اون کسی که الله متعال اون رو به گمراهی بندازه، فلن تجد له سبیلا، برای شما هیچ راهی رو برای نجات پیدا نمیتونید بکنید. در ارتباط با سبب نزول این آیه یا شأن نزول این آیه روایت متعددی اومده، ولی گفتیم که ما در بحث شأن نزول آیات دو اصل رو بارها متذکر شدیم که یکی از اونها مرتبط هست با این که الله متعال این آیات رو برای افراد معینی نازل نکرده، بلکه این آیات رو برای هدایت انسان در هر عصر و در هر موقعیتی نازل کرده. اگر در یک موقعیت که آیات نازل شد، خطاب یا مخاطب افرادی معینی باشن، به این معنا نیست که در همون افراد این آیات محصور میشه، بلکه اون صحنه یا اون موقعیت فقط زمینه فهم آیه رو برای اون بهتر میکنه. در نتیجه درس و عبرتی که ما از آیه میگیریم محصور در اون زمان و مکان نیست. به خاطر این گفتیم اصلی رو علما استنتاج کردن که العبرت به عموم لفظ، لا به خصوص از سبب. درسی گرفته میشه از عموم الفاظ گرفته میشه، نه از اختصاصی بودن اسباب یا شأن نزول آیات، اسباب نزول آیات. این نکته بسیار مهمی هست که در بحث شأن نزول آیات باید مد نظر قرار بدیم. به خاطر این انحصاری کردن معانی قرآن کریم، مثلا مثل میگن آیه ولایت، این آیه انحصاری برای فرد معینی نیست. اگر فرض کنید اگر برای فرد معینی در ارتباط با فرد معینی نازل شده باشه، این آیه انحصاری برای اون نمیشه، بلکه برای هر مؤمنی با همون شرایط همون مستاق رو داره. به خاطر این حتی سیغه هم جمع هست و حالا حتی با سیاق و سباق روایاتی که به این به آیاتی مثل آیات ولایت میچسبونن هم اینجونه تناسب پیدا نمی کنه. نکته دومی که در بحث شأن نزول آیات، اسباب نزول آیات وجود داره اینه که در مواردی میبینید که چند روایت در یک ارتباط با یک آیه میاد، هر روایتی اتفاق یا حادثه ای رو میگه، که این در واقع بیانگر مصادیق مختلف این آیات هست که در موقعیت های مختلف این آیات مصداقیت داشته یا صحابه مصادیقش رو احساس کردن یا درک کردن یا مطرح شده این آیات. در ارتباط با این آیه مصادیق مختلفی رو آوردن، نمونه ای رو آوردن که ایده ای از مسلمان ها یا ایده افرادی از قریش که مهاجر نشده بودن اعلان نامه‌ای نوشتن به بعضی از مهاجرین که ما مسلمان شدیم و ولی خب مهاجرت نکردیم، اینجا موندیم. و همین ها
چون به طور اعلان شده خودشون مسلمان در نزد مسلمان ها اعلان کرده بودند، قریش به اینها اعتماد میکردن و سرمایه های خودشون رو به اینا دادن تا اینکه برن و تجارت کنن، از مسیر مدینه میگذشتن. که مسلمان ها وقتی که دیدن که اینها حامل لوازم تجاری هستند، خب دچار اختلاف شدن. برخی ها گفتن اینها منافقن، برخی ها گفتن نه اینها مسلمان هستن، در بین مشرکین بودن ولی توحید رو گفتن. به هر حال و مصادیق دیگری هم ذکر کردن که نمونه هاش همون بحث بازگشت یک سوم سپاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در غزوه احد هست که به وسیله عبدالله بن ابی بن سلول صورت گرفت و از این نمونه ها متعدد محقق شده و همه اینها یک مطلب رو برای اون میرسونه که وقتی که عملکرد دوگانه‌ای در افراد یا فردی ظاهر میشه، دفاع کردن یا شفاعت کردن یا سفارش کردن یا حمایت کردن از اونها یک عمل کرده نیکی نیست. این شفاعت، شفاعت حسنه ای نیست که شما بخواید توجیه کنید فردی که مثلا یکی از جنایتکاران تاریخ ایران رو بیاد بگم ایشون به عنوان یک شهید در کارزار یا بهش صفت شهید بده. خب این هلاک شد و کلمه شهید براش به کار بردن یک نوع شهادت باطل هست. نباید این توجیه کرد عمل کرده افرادی که به این صورت تملق و چاپلوسی جنایتکارانی رو میکنند که دستشون به خون هزاران انسان بیگناه آلوده هست. از این نمونه ها بسیار هست که میبینیم. فقط به مجرد اینکه فردی پارچه ای رو به سرش پیچونده به عنوان عالم دین خودش رو معرفی کرده، باید کل اعمالش توجیه بشه و ازش حمایت بشه. اشتباه هست، جای حمایت نداره. نباید هیچگاه اینجا حمایت سفارش کردن یا حمایت کردن از این افراد رو به عنوان وظیفه شرعی بدونید، بلکه محکوم کردن، سرزنش کردن و حداقل دور ماندن یا دوری جستن از حمایت این قبیل افراد وظیفه ماست. در غیر این صورت باید حداقل ما با این منکرات برخورد داشته باشیم و قاطعانه برخورد داشته باشیم. با جریان نفاقی که مصلحت جو هست، منفعت طلب هست، باید نرمی نکرد. فما لکم فی المنافقین فئتین، چرا با در ارتباط با منافقین دو گروه شدید، به اختلاف افتادید؟ باید قاطع باشید. عمل کردی که مطابق با شریعت نیست، توجیه پذیر نیست و باید محکوم بشه. عامل اگر معذور باشه، عمل باید محکوم بشه. عامل اگر معذور باشه، بگیم زیر فشار بود، زیر شکنجه بود، شرایطش اینطوری بود، ولی عملش باید محکوم بشه. متاسفانه ما عمل رو محکوم نمی کنیم و عامل رو نه که معذور نمی دونیم، بلکه مقدسش می شماریم. با القاب بسیار بزرگ دینی ازش یاد می کنیم. این عمل، عمل نادرستی هست. از نظر شرعی هیچ توجیهی رو نداره. معیار یک معیار هست، اون معیار دین هست، معیار سیرت هست، سنت هست، معیار شریعت هست. هیچ احدی از این معیار نمیتونه استثناء بشه که ما بخوایم افرادی رو استثناء کنیم و براشون قداست ایجاد کنیم. این افرادی که در نفاق هستن، ودو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سوا، اینا دوست دارن که شما هم به همون رفتار، به همون عمل کردی که اونها مبتلا هستند، شما هم دوچار بشید، مثل هم بشید، مثل هم باشید. مثل اونا، شما هم مثل اونا کف بزنید، شما هم مثل اونا تایید بکنید، شما هم مثل اونها
درو باشید، شما هم مثل اونها پیرو به اونها باشید، برابر بشید. این آرزوشون هست، این خواستشون هست. فلا تتخذوا منهم اولیاء، از اینها دوست نگیرید. حتی یهاجروا فی سبیل الله، تا اینکه اینها در مسیر الله متعال هجرت بکنند، رها کنند اردوگاه کفر. هجرت در واقع رها کردن اردوگاه کفر هست. فان تولوا، اگر اینا رو گردوندند، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، اینها شایستگی این دارن که در هر جایی که شما در صحنه قتال درگیری اینها رو یافتید، اینها رو بگیرید و به قتل برسونید در هر جایی که اینها رو یافتید. این در واقع وجدتموهم در خیابون نیست، که در واقع اینا همشون بحث این آیات در سیاق جهاد میاد، که اگر اینها سپر انسانی شدن یا از اینها استفاده کردن در اینکه بیان مثلا شما رو، اراده شما رو، عزیمت شما رو تضعیف کنند، به عنوان مزور از اینها استفاده کردند، اینها باعث نشه که شما از قاطعیت در درگیری با اینها یا جهاد با اینها سست بشید. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، و از بین اینها نه دوستی رو و نه هم یاری دهنده ای رو نگیرید. الا الذين يصلون الى قوم، این در ارتباط با کسانی بود که ما هجرت نکردند، در مدین مکه ماندند، اهل مکه از اینها سوء استفاده میکردند به خاطر مسائلی که داشتن در اونجا موندن، و گفتیم که در برخی از غزوات هم از اینا در جلوی صفوف استفاده میکردن تا مسلمان ها دوچار تشتت نظر در جنگ با اینها بشن. مگر اینکه الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، مگر اینکه عده‌ای از اینها ارتباط داشته باشن با کسانی که بین شما و اونها یک نوع عهد و پیمانی هست. او جاؤوکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومهم، یا اینکه اومدن پیش شما و این و از اینکه با شما جنگ کنن یا قوم خودشون با قومشون جنگ کنن دچار حسرت یا دچار عدم رضایت شدن. در این حالت با اینها از اینها با اینها برخورد شدید نکنید، یا اینها از اینها اینا رو مؤاخذه نکنید. ولو شاء الله لسلتكم لسلتهم عليكم فلقاتلوكم، اگر الله متعال اراده میکرد اینها رو بر شما مسلط میکرد و با شما جنگ میکردن. فاین اعتزلوكم، اگر نجنگیدن با شما، فلم یقاتلوكم، و با شما قتال هم نکردن، و القوا الیکم السلم، و تسلیم شدن در قبال شما، فما جعل الله لكم عليهم سبیلا، الله در مقابل اینها راهی براتون وجود نداره که شما بخواید از اینها انتقام بگیرید یا با اینها جنگ کنید. این ادامه هم در واقع توضیح دهنده این بخش آیه هست که فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، هر جا که اونها رو یافتید اونها رو بگیرید و بکشید. در واقع این تفسیر این جمله هست که خیلی از دین ستیزان میگن در مسلمان ها در بدون ضابطه قتل و خون ریزی و کشتن هر فردی رو غیر از خودشون جایز میدونه. در واقع این جمله یا این مأموریت در صحنه کارزار هست و با کسانی هست که در واقع قتال میکنن، اما اگر قتال نکردن، جنگی نباشه، اعتزلوکم ولم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام، هیچ راهی برای جنگ و درگیری با اونها براتون وجود نداره. این البته آیات گفتیم که مطالب عدیدی رو داره و وقتم چون متاسفانه مقداری دیرتر برنامه رفتیم تنگ هست، میذاریم بر ادامه آیات رو انشالله و مطالبی که باز موند رو به برنامه آینده. بیننده سوالی کردن که سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همین ادامه که اهل سنت و جماعه اصلا اصطفا امام شیعه نماز خواندن ممکن است یا ممکن نه؟ جایز است یا نه؟
بله، سوالی کردن که آیا نماز پشت سر اهل تشیع جایز هست یا نیست. میدونید که کلا اعتقاد اندیشه اهل سنت و اندیشه تشیع با هم در دو مسیر مختلف هست، یعنی دو دین مختلف هست. این یعنی به معنای اینکه ما از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خاتم المرسلین رو به عنوان خاتم انبیاء میدونیم و توحید رو اساس و پایه دعوتشون میدونیم، که متاسفانه در ختم نبوت هم 12 امام مقام نبوت رو گرفتن و بالاتر از نبی هستن، در حرفشون اسمت داره و شریعت هست و ما اینها رو به عنوان معصومین نمیدونیم و حرفشون رو حرف شرعی نمیدونیم. در نتیجه دو دین مختلف هست و در دو دین آیین مختلف جایز نیست که ما نماز پشت سر افرادی که با ما اشتراک فکری و اعتقادی ندارند با اونها مشترک باشیم. در توحید هم که میدونید که توحید و یک تاپرستی پایه هایی داره که متاسفانه عموما در تفکر شیعی موجود عموما نقض میشه متاسفانه، و هم در حاکمیت الله شریک قائل میشن، ولایت تکوینی و اداره جهان رو به کسانی دیگه میدن و هم از غیر الله میطلبن و غیر الله رو مستر حاجت روا و فریادرس خودشون میدونن، اگرچه خیلی ها توجیه میکنن که اینها توسل میکنن، در واقع توسل نمیکنن، در واقع مستقیم از خودشون میخوان، چون اونها رو صاحب ملک و پادشاهی الله، خلیفه خدا میدونن، جانشین خدا میدونن و از جنس بشر نمیدونن. متاسفانه این مسائل، این افکار وجود داره، ولی شاید در بینشون افراد زیادی باشن که به این افکار معتقد نیستن، معتدل هستن، موحد هستن، که اونها اشکالی نداره. کسانی که غالی هستن و افکار و اندیشه های اصیل تشیع رو دارن متاسفانه تمایز بسیار، فاصله بسیار زیادی رو با مسلمان ها دارن. اما عموم مردم یا خیلی از موحدین یا خیلی از افرادی که معتقد به اصلاح تفکر شیعی هستند، خب طبیعی هست که اینها مسلمان هستند، موحد هستند، و اون کسانی که درشون شرک نیست و به همین صورت به ختم نبوت یا عملا پیامبر صلی الله علیه و سلم رو خاتم المرسلین تلقی میکنن و اطاعتشون رو واجب میدونن و کسی دیگر رو مقام نبوت بهش نمیدن، خب طبیعتاً میشه پشت سرشون نماز خوند. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. كتاب